درس دهم از آموزش مقاد مسائل پیشرفته تحت عنوان خمش تیرها در خدمت شما دوستان عزیز و دانشجویان گرامی هست. در این درس اون چیزی که مد نظر ما هستش با توجه به اسم فصل ما خمش خالص تیرهای خمیده هستش، یعنی تیرهایی که به صورت خم شده هستن که خیلی در صنعت استفاده میشن. دوم تیر نیم دایره‌ای هستش که تحت نیروی برشیه که خیلی از سوالاتی که بر اینجا ما مطرح میکنیم، خیلی از سوالاتی که در سوالات میشه گفت جهانی مقاومت مساله میبینیم با این طرز فکر طرح میشه و به صورت نیم دایره ای طرح میشه و نیروی برشی بهش وارد میشه و میگن که آقا حالا شما بیا تحلیلش کن این تیرها رو. توجه داشته باشید، ابتدا من در مورد خمش خالص تیرهای خمیده میام صحبت میکنم. شرایط مرزی من و همچنین اون حالتهای تیر من خیلی مهم هستش و تأثیر میذاره رو تحلیل خمش من و روابط حاکم بر اون. از طرف دیگه ما در اینجا تیر خمیده داریم، یعنی باید استفاده کنیم از مختصات قطبی. سوال رو من از اینجا میام واسه تا میخونم. میگیم در این بخش به تحلیل تیر خمیده با سطح مقطع یک نواخت، یعنی همین در بخش اول، یعنی خمش خالص تیرهای خمیده، ما میایم تیر خمیده با سطح مقطع یک نواخت رو تحلیل کنیم به شکل مستطیل و ضخامتش هم تیه. تحت تاثیر خمش خالص هم قرار گرفته، درست هم هست، باید تحت تاثیر خمش خالص باشه. پس تیر ما خمیده است، مقطعش یک نواخت به شکل مستطیله، ضخامت تی داره و تحت تاثیر خمش خالص قرار گرفته. قسمتی از این سوال به این موضوع پرداخته شده که مسئله ما محور تقارن در صفحه طولی عضو واقع شده است. وقتی میگه محور تقارن در صفحه طولی عضو واقع شده، یعنی مسئله ما متقارن مرکزی هستش. خیلی مهمه این موضوع، چون ما رابطه متقارن مرکزی رو در مختصات قطبی در گذشته دیده بودیم و اینجا ازش باید استفاده کنیم. در ادامه به تحلیلش میپردازیم. اومدیم گفتیم که این المان کوچکی از این رو در نظر میگیریم، میاریمش اینجا، به اندازه تتا و شعای آر میایم جدا میکنه. شعای داخلی و شعای خارجی تیر رو هم داریم در اینجا میبینیم، زاویه تتا رو هم که به صورت دیفالت یا پیشفرض داریم در اینجا ما میبینیم. تحت خمش خالص هم قرار گرفته. رابطه تعادل برای تیری که متقارن مرکزی هستش یا سطحی که متقارن مرکزی هستش در مقاومت مصالح پیشرفته در بخش مختصات قطبی خدمتون ارائه دادیم. گفتیم روند سیگمای آر به روند آر به اضافه سیگمای آر منهای سیگمای تتا آر مساوی با صفر هستش. حالا اینو میاریم وارد چی میکنیم؟ شرط سازگاری، در صورتی که ما تنش صفحه‌ای داشته باشیم در مختصات قطبی. ما گفته بودیم اگر تنش صفحه‌ای داشته باشیم یه شرط سازگاری داره، در همون فصل قبل گفتیم خدمتون که اون رو میایم اینجا مینویسیم. چیکار میکنیم؟ میگیم که شرط سازگاریمون رو میایم بازنویسی میکنیم این دفعه. یه آر مساوی با ای به توان تی رو به صورت چی در نظر میگیریم؟ به صورت یک تغییر متغیر. اونجا هستش که به من میده سیگمای آر به اضافه سیگمای تتا سی یک به اضافه سی دو الن آر، یا میتونیم بگیم در اینجا سیزگون به اضافه سی پریم الن آر. حالا ما میدونیم که سیگمای آر به اضافه سیگمای تتا این هستش. اگر که ما بخوایم این موضوع رو وارد این رابطه کنیم، میتونیم سیگمای آر و سیگمای تتا رو به صورت جداگانه به دست بیاریم و اون رو حلش کنیم. من معادله سیگمای آر رو معادله یک میگیرم، معادله سیگمای تتا رو معادله دو میگیرم، باش کار دارم. باندری کاندیشن یک و دو من، یکیش اینه که سیگمای آر تو آر مساوی با آ و آر مساوی با بی برابر صفره، یعنی اینجا و اینجا من هیچ سیگمای آری ندارم، درستم هست، خاطر اینکه نیروی ندارم که بخوام در اینجا تنش داشته باشم. از طرف دیگه نیروی خارجی داره اینجا وارد میشه، میگم سیگمای تتای من در دی آر ضرب بشه در تی، این رابطه هستش که به عنوان نیرو خارجی هستش و ما اینو در مقاومت مساله یاد گرفتیم، این موضوع که چجوری نیروی خارجی رو نشون بدیم و حداقل این رو به صورت دیفالت شما از من بپذیرید، چون قبلا این رو شما یاد گرفتید. گشتاور پیچشی رو هم ما میدونیم که میشه آر سیگمای تتا دی آر در تی که میشه مساوی با ام. این دو بخش رو از استاتیک فصل اول شما میتونید کاملا به یاد بیارید که نیروی خارجی و گشتاور چرخشی رو ما چجوری اونجا نشون میدیم. ما این باندری کاندیشنال ها رو داریم، یا این شرایط مرزی ها رو داریم، سیگما آر و سیگما تتا رو هم داریم.
حالا به ترتیب پلن به پلن، پله پله بریم ببینیم چه اتفاق میفته. اول معادله یک و دو رو وارد معادله یک میکنیم. یعنی یک و دو یعنی باندری کاندیشن سیگمای آر در آر مساوی با آ و سیگمای آر در آر مساوی با بی مساوی با صفر رو وارد این میکنیم. از اینجا دوستان چی به دست میاد؟ سی سه میشه مساوی با منفی آ دو سی یک. سی یک در آ دو تقسیم بر به دو منهای یک هم میشه سی دو ال ان بی آ او. این تا اینجا از گذاشتن و یا جایگذاری سه در رابطه دو اینها به دست میاد. سی یک مساوی با بی دو ال ان بی آ او تقسیم بر آ دو بی دو در سی دو. سی سه هم به همین ترتیب آ دو بی دو ال ان بی آ او بی دو منهای آ دو سی دو. اینو من میگیرم آی وی رابطه چهار روم خودم. حالا میگم چهار یعنی این رابطه، دو یعنی این رابطه، این چون به خاطر که این باید داخل این گذاشته بشه و چهار یعنی این. چرا سی سه؟ به خاطر اینکه سی سه اینجا خیلی مهمه. سی یک و سی دو رو هم که رابطه شو میدونیم. همه اینا رو با هم میذارم سی یک من به این صورت میشه، میشه ام تی ان ضرب در چهار بی دو تی ان، تی به توان ان نه تی ان، ضرب در چهار بی دو منه آ دو تقسیم بر بی چهار که شما دارید در اینجا میبینید. ان من در اینجا این رابطه هستش که در تی ضرب شده. من همه اینها رو دارم، رابطه سیگمای آر و سیگمای تتای من به راحتی در میاد. پس من این اومدم چیکار کنم؟ توضیح تنش خودم رو خیلی راحت در آوردم با استفاده از چی؟ اعمال باندری کاندیشن همون اول قضیه. حالا اگر من بخوام نیمه معکوس حلش کنم چی میشه؟ گفتم اولین کاری که میکنیم تابع تنشش رو مینویسیم. تابع تنش رو اینجوری مینویسیم، میگیم آ ln r به اضافه بی آر دو ln r به اضافه سی آر دو به اضافه دی به صورت دیفالت یا به صورت پیشفرض. حالا میام چیکار میکنم؟ میگم از اون روابط خودم که یاد گرفتم استفاده میکنم، سیگما آر و سیگما تتا رو به دست میارم، هر کدوم رو به صورت جداگانه به دست آوردم. بعد میام میذارم تو چهار. چرا تو چهار؟ به خاطر اینکه گشتاور دارم دیگه، میخوام دقیقا مرتبطش کنم. سیگما تتا رو جایگذاری میکنم، با حل این انتگرال به این نتیجه میرسم که فی من از آتابه میشه ام تیوم. پس اینو من در آوردم، اینو در فی جایگذاری میکنم، به این رابطه میرسم که آقا آل ان بی آ او به اضافه بی در بی دو ال ان بی منهای آ دو ال ان آ به اضافه سی در بی دومنه آدو میشه ام تیوم. حالا توجه داشته باشید، من در اینجا دوباره مجددم باندری کاندیشنم رو در انتهای کار میارم، آبی من به دست میاد، فقط کافیه که جایگذاری بکنم و در اینجا سی به دست میاد. سی هم که جایگذاری میکنم، اما همه اون چیزایی که میخواستم به دست میاد. پس ما در روش اول اومدیم باندری کاندیشن رو اعمال کردیم و این کار آخر رو آوردیم اول. در روش دوم اومدیم چیکار کردیم؟ تابع تنش رو گرفتیم، از روش نیمه معکوس استفاده کردیم. هرچند یک چیز رو هم برای شما باید اینجا من بگم که بعد از این که ما این رو دروردیم و تابع تنش رو، حتما باید چک کنیم که آیا در معادله بای هارمونیک صدق می کند یا خیر. این رو حتما باید چک بکنیم. چرا اینجا همو اول چک نکردیم؟ چون به خاطر اینکه واقعا به صورت پارامتری بود، هیچ سودی واسه ما نداشت. دروردیم باید حتما چک کنیم چون نمره داره. بحث بعدی تیر نیم دایره تحت نیروی برشی. خیلی سوال مهمیه. شاید بگم اکثر سوالاتی که در موقعات مسائل حسه در دوره کارشناسی تر میشه، حتما یکی از این سوالا در مورد تیر نیم دایره تحت نیروی برشی هست. با هم بریم جلو ببینیم. اومدیم چیکار کردیم؟ سوال چی گفته؟ گفته در این بخش به نمونه دیگری از تحلیل خمش تیرها، یعنی تیر نیم دایره با سطح مقطع مستطیلی به پهنای تی و شعاع داخلی خارجی به ترتیب AB تحت نیروی برشی هم مقدار F مطابق شکل زیر میپردازیم. من در اینجا دو تا مثال رو حل کردم، یعنی مبحث خودم رو تو این دوتا مثال اومدم براتون توضیح دادم. یه تیر نیم دایره دارم، شعای داخلی آ، شعای بیرونی بی، آرم که از اینجا تا نقطه مد نظر خودم هستش. سه تا نقطه رو اومدم در نظر گرفتم، اینجا 0 درجه است، اینجا 45 درجه، اینجا هم چی 60 درجه. برای همینجا شده 60 درجه چون از این ور به سمت این ور. توجه داشته باشید نکته‌ای که وجود داره، ام من در اینجا چی میشه؟ اف در آی به علاوه بی دوم سینوس تتا. این لنگر من هستش که به دست اومده.
از طرف دیگه من در اینجا میدونم که ام من یا همون گشتاور من یا همون لنگر من بر حسب سینوس تتاس، درسته؟ پس من باید بیام چیکار کنم؟ باید بیام تابع تنش خودم رو بر حسب سینوس تتا بنویسم. در این سوال استثناءً تابع تنش داده نشده. این رو شما باید به صورت دیفالت و حفظی داشته باشید که یک تابع ضریبی ضرب در اون سینوس یا اون کوسینوس میشه که اون سینوس یا اون کوسینوس بر اساس این سینوس تتا هستش. پس من امم چون بر اساس سینوس تتا است، پس فی منم میشه اف آر، یعنی یک تابع آر دار بر حسب آر در سینوس تتا. اف آر هم میام به صورت دیفالت در نظر میگم آ آروم بی آر سی آر ال ان آر به اضافه دی آر سه. کافیه چیکار کنم؟ مشتق خودم رو بگیرم طبق روابطی که من در مختصات قطبی و در تابع تنش مختصات قطبی داشتم. رابطه من در اینجا به دست میاد، میشه بن های دو آ آر سه به اضافه ال آروم دو دی آر سینوس تتا، دو آ آر سه به اضافه سی آرام به اضافه شیش دی آر سینوس تتا، آخری هم دو آ تقسیم بر آر سه منهای سی آرام منهای دو دی آر کوسینوس تتا. این کوسینوس تتا هستش در اینجا که اگر مشتق بگیرم از اونجا به دست میاد. ما میام چیکار میکنیم؟ میام میگیم باندری کاندیشنم رو اعمال میکنم، میگم باندری کاندیشن من در آر مساوی با آ و آر مساوی بی، یعنی در ابتدا و انتهای تیر من هیچ تنشی ندارم چون نیرویی ندارم در اینجا. پس میگم سیگما آر توی آر تا صفره، آ رابطش با سی و دی رابطش با سی در میاد که از این طریق میتونم آ و سی و دی رو راحت بیان به دست بیارم. اینا هر کنومش به دست اومده. حالا دوستان از طرف دیگه ای من میام چیکار میکنم؟ میگم نیروی من با توجه به اون چیزی که در استاتیک خوندیم و منم در اینجا بهتون گفتم نیروی خارجی میشه تی انتگرال آتابی سیگما تتا دی آر مساوی با صفر، درسته؟ حالا من در اینجا به جای سیگما توی آر تتا دارم، تی هم که همونه دی آر هم همونه، میشه نیروی خارجی من. پس این موضوع رو شما باید حتما این رابطه رو بلد باشید در اینجا. تتا مساوی با صفر درجه، تتا مساوی با صفر درجه باعث میشه که کوسینوس تتایی که من در اینجا دارم یک بشه و این رابطه من کامل اینجا بیاد و از طرفی از اینجا راحت سی چی میشه؟ به دست میاد، میشه اف در آ دو به اضافه ب دو تقسیم بر تی ان، ان منم این رابطه است، درسته؟ ما ابتدای کار اومدیم چیکار کردیم؟ از این تابع تنش اومدیم مشتقامونو گرفتیم، تنش های ما به دست اومد. بعد گفتیم تنش برشی رو ما در اینجا داریم و نیروی خارجی ما به صورت تنش برشیه. به جای اون سیگمای تتایی که ما در قسمت قبل داشتیم میایم توی آر تتا میذاریم، با این تفاوت که تتا رو تو صفر درجه گرفتیم. سی به دست میاد، میشه تی ان، ان هم که اینجا داریم. جایگذاری میکنیم، سیگماهای ما به دست میاد. این هم کوسینوس تتا هستش. اگر ما به جای نیم دایره ربع دایره داشتیم، یعنی اگر تو صفر درجه نبودیم، این تتا میشد 45 درجه، کوسینوس 45 درجه میشد رادیکال دو دوم. یعنی روابط ما یک رادیکال دو دوم درش ضرب میشد. پس دوستان توجه داشته باشید، اگر تیر خمیده به شما دادن، تیر نیم دایره دادن، شاید ربع دایره به شما بدن، شاید 30 درجه بدن، شاید 60 درجه بدن، هیچ مشکلی نداره. تمام این راه حل رو میرید، فقط به جای تتا اینجا جایگذاری میکنید. اگر 30 درجه و کوسینوس 30 درجه میشه رادیکال 3 دوم، کوسینوس 60 درجه میشه 1 دوم، استفاده میکنید و میرید به سمت جلو. بحث آخری بودش که ما در مورد تیرهای نیم دایره خدمتتون ارائه دادیم. با تشکر فراوان.